سلام بچه‌ها، دامی اومد بازم و خوش اومدید به پارت جدید از بازی ماینکرافت. حاج موسا رو میبینیم که در خونه بسیار زیبای خودش در نوک قله قرار داره و ما به دنبال ویلیج داشتیم میگشتیم و الان قرار بریم سراغ ادامه گشت و گذارمون به دنبال ویلیج. چانکو آوردم پایین چون پی سی داشت میسوخت. آره آوردم پایین، الان داره شب میشه. برنامه‌ای که دارم اونجا چند تا گوسفند پشت حاج موسا دقت کنید. ما میریم گوسفندا رو سلاخی میکنیم. بعد از اینکه سلاخ کردیم تخت خودمون رو میسازیم، میخوابیم صبح شه. صبح که شد حرکت میکنیم به سمت پشت این کوه. من اینجا رو چانک 64 دیدم. بعد هیچی نبود. پوچ خالصه. میخوایم بریم اونجا اون سمتی به سمت پشت آجموسا حرکت میکنیم ببینیم اونجا چه خبره. من حس میکنم اونجا ما یه ویلیجی گیرمون میاد. پس بدون معطل کردن وقت بریم سراغ سلاخی گوسفندای عزیز تا شب نشده. اینا رو هم بذار بردارم دیگه. ها اینا رو هم ما ور میداریم که دیگه نیاز نشه. حالا درت هم شاید بعدا نیازمون شد، برای همین از همین الان من درت ها رو هم ور میدارم. بده من یه غذام درست کردم خوردم. اینو بهتون بگم اگه یه موقع دیدید یه غذا کم شده نگید چرا کم شده. یه غذا درست کردم خوردم و اینکه الان حرکت میکنیم گوسفند و بعد از گوسفندم پشت کوه. اولین مقصد کجا؟ گوسفند. گوسفند چرنگی سفید. داری پرپر میزنی آخه بمیر. بعد ما حامی حقوق حیوانات هستیم ولی خب گشنشه. حاج موسا گشنشه. الان کی پاسخه؟ حاج موسا گشنشه. تو اینجا مشکی، به نظرم گناه داری پس بمیر. تو اینجا سفیدی، گناه هم نداری بمیر. قبل از اینکه کسی بیاد به ما حمله کنه داداش توی دقیقه اینو بذار اینجا، اینو بذار اینجا. امیدوارم همین جوری باشه که وای 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 وای. نه جون بچه، جون بابا. یا ابل فرد، یا ابل فرد. یه دقیقه آقا حمله نکن. یه دقیقه به من فرصت بده. غذا چی داریم؟ گوشت خام میخورم، اصلا مهم نیست. وای 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 وای. آروم بگیرید. تمرکز. اصلا نباید امیدمونو از دست بدیم. همه چی هم اینجا حالا هست دیگه. حالا بدمونم نمی کنن. تو رو خدا. تو هیچی نیست. سری برو اینو درست کن. سری باش. چی بود؟ سه تا این. اینو بذار اینجا. فقط برو بخواب. فقط میری میخوابی. هیچی ارزش نداره. بخواب. نیاد کسی، نیاد. تو رو خدا همه تو آتیش بگیری. نزدیک بود. خیلی نزدیک بود. خیلی نزدیک بود. گوشت خام بزن. که مرگ و یه لحظه دیدم. 6-7 مترم پریدم. این بیشرف ها رو نگاه زیر اونجا وایستادن. عنکبوت ها تو روز کاری نداشتن نه؟ ببخشید من گوشتامو خوردم. من نزن. باشه من کاری باید نه. خداحافظ. من دارم میرم. من گوشت خام میخورم. هندونه رو هم نگه میدارم. گوشت خام بزن بر بدن بابا. حاج موسا خام خوره. حاج موسا خام خور معروفه. اگه نشید تو گوگل سرچ کنید حاج موسا خام خور. همینا سرچ کنید میاد. اگه نمیبینید گوگلتون خرابه، وگرنه میاد. ما میریم پایین، حرکت میکنیم به سمت اون پوش. حاج موسا خام خور برو. این استعداد جدیدی از حاج موسا سا. گفتم چند تاش همجه مونده به تو. آروم آروم نم نم میگم هول نکن. یکیش اینه که حاج موسا خام خوره. البته به پزه بهتره ها، ولی خب خام هم میزنه. زغال هم به من بده. من اون غذایی که درست کردم با دوتا استیک درست کردم. این چقدر بدبختم. این حجم از بدبختی، حتی من بدبختم و حاج موسا تواناست. حاج موسا معروف بود به توانا، هم خیلی معروف بود. توانا، توانبخش، همه چی.
میریم به سمت این پشت. برای دوباره پی سی رو بسوزونم، ولی خب اونجا نه. اینوری من حس میکنم یه خبرهایی میتونه باشه. قایق داشتم نه؟ بله بله، از قایقمون استفاده بهینه. آی من چرا جونم پر نیست؟ دارم همجور میرم. از این جنگولک بازه که بپر آب بریز قایق بذار نمیر، نه من هیچی بلد نیستم. یعنی قشنگ همچین فندی رو بخوام بزنم ام میشم زمین. انا یعنی چون میچسبم کف زمین. بزن زغال نداریم، زغال نداریم، بزن زغال خوبه، زغال چیز زیباییه. کاش بذارم تموم شه بعد برم رو اون یکی زغاله. من حس میکنم ولی اینور یه ویلیج ما پیدا میکنیم. پدر سگ ریزش رو حاج موسا میریزی؟ از تو گنده ترش جرات نداشه رو حاج موسا بریزه. خیلی داری خطرناک میشی. یا به این بنزه کافی داریم، ولی خب برمیداریم که یه موقع لنگ نمونیم. ما را بس، ما میریم. یه دقیقه قایق رو استفاده نکن، غذا خام خام بزن. حاج موسا خام خور، حاج موسا خام خور. تو کامنت ها بنویسید حاج موسا خام خور، ناراحت میشه حاج موسا. این ننویسید، من صدا شنیدم، اشتباه شنیدم. میریم اینور، میریم اینور. از این درخت هم داره، میشه تو هم یه نمونه کار برای ما بندازی؟ ممنونت میشم. اون پس فردا ممکنه نیاز شه، بچه ها بالاخره میخوان. بنده 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 من این نگاه بندازم ببینم اینجاها که چون که حالت پایینه الان درست حسابی نمیتونیم ببینیم، ولی خب اوکیه بازم. بنداز دیگه، بنده بنده یه دونه بندازیم ازت راضیم. یه دونه یکی خواهش بکن برو خدا لطفا. اینجا آهن نیست، ما حداقل آهن بزنیم. نه جونه بچت یه دونه فوش میدم نندازی ها، فوش بد. آفر ترسیدی ها فوش. نه بزن من گوشت خام حاج موسا خام خوش بزن بر بدن. به 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 بفرمایی گوشت خام، بفرما. یکی دیگه هم بندازی که دیگه دم میگم تای لطف ما کردی. یکی دیگه هم بندادی حالا که ما تا اینجا اومدیم. یکی دیگه بنداد، مردونگی کن. یکی دیگه بنداز جون بچت، تو رو خدا من امیدم به توی، امیدم به توی، فقط تو. اه اصلا تو هم برام مهم نیست، برو گم شو. خب ما میریم به مسیر خودمون ادامه میدیم. به سمت کجا؟ به سمت نمیدونم کجا. همجوری میریم تا پیدا کنیم. پیدا که کنیم خوشحال میشیم. خوشحال که بشیم چی میشه؟ ویدیو تمام میشه دیگه. همین ته هنر من تو ماینکرافت همینه دیگه. میتونم فقط به یه جا برسونم ویدیو رو تمام کنم. این ته هنریه که من میتونم برای شما بذارم. خب بریم به نظرم اون بالا مالاها. او مواد مذاب، لاوا داریم، آتیش، آتش، جوسفند که داره. بالاخره این موجود زنده یه چوپونی داشته. این چوپون رو به ما نشون بده کجاست. این چوپون کدوم قبری داره زندگی میکنه؟ من گوش ندارم، کاش گوسفندا رو سلاخی میکردم، ولی اشکال نداره ولشون. هرچی میریم این ورتر بیشتر ناامید میشم که هیچی نیست، ولی ما به مسیر خودمون ادامه میدیم. حاج موسا کم نمیاره، حاج موسا میره رو به جلو، رو به افق. تو باغچه نه این بار، تو ماینکرافتی بزرگ. صداش نمیرسید اون وقت که آروم و نمیدونم کاسب بودم چی میگفت یادم نمیاد. بریم این وقت. او بیا نشونه از وجود یک شهروند زنده. اینا نشونه است، اینا همش نشونه است، اینا همش یه نشونه است که ما برای موجود زنده انسان نما ببینیم. انسان نما خودتو نشون بده. چه جای خوشگلیه اینجا. اینو بعدا میکنیم دریاچه اختصاصی حاج موسا، تالاب حاج موسا میذاریم اسمشو. الان نمیکنیم. گاف
الان نمیکنیم، بعدا اخ جون از این زمینا که من دوست دارم، تو رو خدا اونجا یه دونه ویلیج باشه، خواهش میکنم، ازت گوشت خام میخوریم، حیوانای سر رو و همه رو سلاخی میکنیم. فعلا وضعیت همین حته، من میتونم الان غذا درست کنم، چرا درست نمیکنم نمیدونم، بذارم این گاوه رو بکشم، دوتا جوج بزنیم به گوشت گاو که جوج نمیشه زد، دوتا کباب بزنیم. سلام، خوبی؟ بمیر. ببخشیدا بابا تو کشتم، واقعا ازت عذر میخوام، با همینا بذار یه دونه درست کنم، نمیخوام خرج زیاد نباید کرد، هزینه زندگی هزینه داره، من باید اینا رو نگه داریم، بالاخره هزینه زیاده. تو همین فرصت ما چیکار میکنیم؟ اینج من تو بچه ایم، اینجا میخوام دوباره سیستم رو بسوزونم، موافقی؟ میتونم برم اون بالا سیستم رو بسوزونم ها؟ آره میرم اون بالا سیستم رو میسوزونم. آماده شدی؟ یه گوشت، این خوبه، یه گوشتم یه گوشته. من اینجا کاری که میکنم چند او یا من تو رو بکنم، میخوام من همه شماها رو میخوام، نداریم ما بدبختیم، من بدبخت حاج موسا نم، این بدبخت رو که میگم کلن الفاظ منفی فقط مخصوص منه، حاج موسا وگرنه شجاع قوی پرو. به 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 به، زغالم بده من، تو هم دیگه به درد نمیخوری، یه چیزی فقط تو برو به خاطرات بپیوند. به جا چی بذاریم؟ چی رو نمیخوایم؟ پر نمیخوام، پر رو بنده بره، این الان میشه جزو اقلام آنتیک حاج موسا. اینو بذار اینجا، بذار اینجا یه دونه، اینجوری بود، انشالله که هم اینجوری بوده، منم درست گذاشتم، یه دونه اینجوری میذاریم، اینو میذاریم اینجا، سنگم که برداشته بودیم فقط کو آینه هاش، یه دونه تبره دیگه درست کن، اون دیگه رفع خاطرات به پیونده. اینم بگی دست داشت موسا، بریم پررم برداشتیم، حالا مهم نیست، میریم این بالا پی سی بسونیم، داره شب میشه نه؟ پس میریم اون بالا میخوابیم. وایس، از اونجایی که من علاقه دارم تو این زمین یه دونه ویلیج پیدا کنم، به سمت این زمین ببین چقدر گاو، اینا نشونه انسان‌های زنده نیست، چقدر خوک. اینجا ویلیج، بچه قول میدم بهتون اینجا ما یه ویلیج داریم، اگه نداشتیم تو کامنت ها بنویسید چه حیف شد، فوشموش ندید بهمون، نداشتیم، هنوز شب نشد و کامل شب شد، فعلا غروب پاییزه، دلم چقدر گاو، خیلی تعداد گاوا زیاد نیست اینجا، منطقه گاوخیزه. برو بالا، برو بالا، من همین بالا بخوابم، بخواب، هنوز نمیخوابی؟ پیسی بسوزونیم، آماده اید؟ صبح شه پیسی بسوزونیم، حتی از الان میزنیم تا صبح ایشالله پیدا میشه، همین 55 مثلا اوکیه به نظر، برو برای سوزش، برو میخواییم بسوزنیم، ما یه ویلیج نشون بده عشق کنم، همین روبرو، همین روبرو، تو رو خدا خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم ازت، میشه بخوابم؟ نمیشه دیگه، داری عصبانیم میکنی، دیگه داری عصبانیم میکنی، من تا ویلیج پیدا نکنم که آروم نمیگیرم، خب من باید پیدا کنم، جدی باید ویلیج پیدا کنم، سوخت بیسی فکر کنم، آن نه هنو نسوخته، داره میسوزه، یه موتوری هم اومد تو خونه. اینجاها من باید یه ویلیج پیدا، من ویلیج پیدا نکنم بازی رو پاک کن، هیچی نیست، یعنی واقعا دیگه سوخت، نه هیچی، هیچی نیست، تا جایی که چش کار میکنه هیچ، کله کچل فقط حاج موسا هست. من میام به سمت همین ور رو همو ادامه میدم تا یه ویلیج پیدا کنم دیگه، چاره دیگه ای نیست، سرام حالا شاید چهار تا گاوگوستان چیزی کشتیم، اگه چیز باحالی بود که دیگه میبینید دیگه، اگه نه که احتمالاً یا نبینید کات کنم، یا اینکه سرعت کارو ببرم بالا، سرعتی قدرتی بریم دیگه، چاره ای نیست، ما به سمت این ور بود این ور ادامه میدیم مسیر خودمونو. بذار دوتا گوشتم بزنم بر بدن، آماده پر رو قرنیه مشکی، برو بریم.
ببینید چی پیدا کرد. قطعا نزدیک اینجا باید ویلیج باشه. خر، شاید هم اسبه، نمیدونم. فعلا بریم این پورتال رو یه نگاه بندازیم ببینیم چی داره. پورتال اینا که میسوختیم، آی میسوختیم، میذاری برم بالا دست در نکنه. و اینا رو که نمیتونم الان بکنم اگه اشتباه نکنم. این تو چی داری؟ یه ذره از اینا داری؟ پر نمیخوام. حالا اینا بده تنمون باش، بالاخره بهتر از هیچیه. اینم حالا فعلا چیو بذار؟ استیک بذار این تو. فیلینتو بردار به جای چی؟ به جای سنگ. من الان سنگ میخوام چیکار؟ فایر چارج هم ورد و من نمیدونم کارهای چیه. اگه میدونید تو کامنت بهم بگید. یعنی میدونستم و الان یادم نمیاد واقعا کارهای چیه. این یه دونه مرغرم حالا من فعلا نمیخوام. این طلا ملا اینا هم دیگه فعلا نمیخوایم. حاج موسا طلا پوش، این لقب بعدی حاج موسا است. اینا رو تازدایی باشه شامشید. البته خب الان جا داریم دیگه، اینا رو بدم. مرغرم میخوام. خب میریم ادامه بدیم دوباره به گشت و گذار. ویلیج، خدای شکرت بالاخره پیدا کردیم. باری کلا حاج موسا ویلیج پیدا کن. لقب جدید حاج موسا حتما یادتون باشه، خیلی مهمه. حاج موسا هیچ وقت جا نمیزنه. همینجا پیاده شو، من بقیه رو پیاده میرم. جا نداریم، قایقمونو برداریم. گوشت زامبی میخوام چیکار؟ سلام، بالاخره رسیدیم به محبوبمون. به 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 به، پدر این ویلیج رو من تو قسمت بعدی در میارم. اینا هست دیگه، نیست تو قسمت بعدی، ولی فعلا میخوام برم یکم بچرخم ویلیج ببینیم چه خبره. چستاش البته میگردیم. و چست داری؟ چست نداری؟ خداحافظ. تو اینجا چی داری؟ ویلیجر نداری؟ آقا اینجا مرد شاغل پیدا نمیشه. چستم داری؟ چست نداری؟ تو چست بالا؟ هیچ. برو پایین که اینجا بوزم نیست. خب تو رو خدا یا آدم زندم توش باشه. حالا ما اینو پیدا کردیم، یکی رو دیدم. اوه آیرن گالم، سلام ستون. بغل زنگولم وایستادی، سیسی گرفتی، دم غروب اشغالیه. به 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 به، چرا اینجا فقط اینقدر گوده؟ خب چستم که کلن تو کارتون نیست و کلن با چست حال نمی کنیم. عالیه، فوقلاده است، فوقلاده است. تو چی داری؟ چست چی کامی کردی روم؟ خجالت بکش. راحت باش، من به کسی نمیگم. این تو چیه؟ چیکار میکنی؟ آب بازی میکنی؟ اینجا هم که هیچ. دو تا اونوری ها رو دیدم، نهیدم. چه ویلیج نقلیه؟ آنه این ورش هم هست، این ورش هم هست. فقط بذار من بخوامم زامبی مامبی نیاد چب اینا رو بکشه. همه تون سالم باشی تو رو قرآن، کسی نمیره تا فردا. آفرین.
کسی نمیره، من میخوام بزنیدم. الان چند تا ویلیجه؟ یکی دوتا اینجا فقط داریم. دوتا اینجا دیدم، اونا که یکی روی یکی دیگه هم بود. اینجا کشاورز زیاد داره، آب هم که نزدیکمون هست. چستم که خدا به خود کلن نداره، یعنی یه مشت بدبخت اینجا دارن دورم زندگی میکنن. خیلی بدبختی. این یه دونه بدبخت، این دو تا بدبخت. چستم که مثلا هیچ کنسله. یه بدبخت دیگه بذار، سه تا بدبخت. داداش تو چی داری؟ آفرین، چیزای خوبی داری. سه تا بدبخت فعلا ما دیدیم، فعلا تا اطلاع ثانوی سه عدد بدبخت ما اینجا دیدیم. این تو چیه؟ نون. شلوار داریم، شلوار. اوه خوبه. بعد اونا رو میام دخلشو میانم. این تو هم که چی؟ آقا چند تا شدید؟ من به نظرم شما رو حبس کنم یه جا، حیف میشید. یکی اینجاست. این یه دونه رو در نظر میگیریم. گوشیم سایلن نم، گوشی شیطونی دارم. یک دو تا مزرعه دار دیدیم این ورم، فکر کنم یه دو نفر بودن دیگه، که میشه تقریبا 5 تا هستن. احتمالا قسمت بعدی میدونی چیکار کنم؟ قسمت بعدی کاری که میکنم اینا تعدادشون کمه، خطر مرگم خب هست، بالاخره ویلیج دیگه خطر مرگم دارن. من میگم قسمت بعدی بیام اول از همه یکی این خونه ها رو بر میگذینیم به عنوان خوابگاه خودم. تو کم هم نیستید، هزار ماشاءالله هستید، ولی خب بازم دو تاشون رو حداقل قایم میکنم، دو تاشون رو میندازم توی یه جایی همچون قایم شم. ولی کاری که انجام میدم، یه خونه رو برمیگزینیم، بذار تو این سی صحبت کنم. بله، یه خونه رو برمیگزینیم به عنوان محل اتراق فعلا، یعنی خودمون خونه سازی خاصی فعلا انجام نمیدیم. یه جای خیلی چرت و پرت برای اینا درست میکنیم، یا تو یکی از باز همین خونه ها یه دو تاشون رو حبس میکنیم، چون خب بعدا نیاز میشه قطعا بهشون. تا اینجا هاشو بلدم که میدونم نیازو میشه، حالا دیگه بقیه مراحلشو بعد حالا هم برم ببینم یاد بگیرم، هم شما خودتون به من تو کامنت ها یاد دهید که بعد چیکارشون کنم. ولی خب نیازمون میشه این دوتا رو حبس کنیم که اگه اتفاقی افتاد، هر بلایی سر اینجا اومد، اون دوتا زنده باشن، چون واقعا دیگه دوست ندارم برم دنبال ویلیج بگردم. و دیگه حالا اگه وقت بود که به بقیه کارامون هم میرسیم و گاوداری و گوسفند و فلان و خوک و گاو و اینا هم زیاد داره اینجا، میتونیم یه کارایی بکنیم. اگه بتونم یه گربه هم میگیرم، چون ماهی داشتیم نه؟ آره یه 8 ماهی داریم، یه گربه هم من اینجا میگیرم. آره شاید بپرسید چرا گربه؟ برای اینه که برای کسی که نمیدونن، البته فقط منم که نمیدونم، شما که میبینید میدونید، گربه برای اینه که کریپر نیاد، یعنی گربه باعث ترس کریپر میشه. کریپر چون بیاد اینجا بوف منفجر میشه، از بدبختی بهش بار میاره و این حرفا دیگه. خلاصه که اینجوری این قسمت هم همینجا به پایان میرسونیم. امیدوارم که عشق کرده باشید، لذت برده باشید. و شهول نده پدر سگ دارم میزنم، ایف که میخوام، ایف که ولی یه روزی من پارت میکنم. آره امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو، لذت برده باشید، عشق کرده باشید. لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. بوس به کله تک تکتون، خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی، بای بای.